دستان شماست. هدف تشکیل سریع یک سازمان متشکل، هماهنگ و در خور پذیرش و احترام بین‌المللی برای ایجاد محیطی مردم سالار و شفاف برای همکاری سیستماتیک مخالفان حکومت اسلامی به منظور حمایت از جنبش آزادی خواهانه مردم ایران برای برکناری و حذف کلیت، تمامیت و موجودیت حکومت اسلامی و استقرار دموکراسی و حقوق بشر در ایران با اتکا به اصول بنیادین زیر: یک، پاسداری از استقلال ملی و تمامیت ارضی ایران. دو، جدایی دین از حکومت، سکولاریسم. سه، پشتیبانی از منشور جهانی حقوق بشر. چهار، برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین نوع نظام آینده ایران در دوران پس از انحلال حکومت اسلامی. پنج، مشارکت مستقیم ایرانیان مناطق مختلف ایران در امور اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی محلی خود. با درود به هممیهنان عزیزم در سراسر جهان، ایرج شاه ولایتی هستم و برنامه امروز سیمای نهاد مردمی رو از استودیوی این سیما در جنوب کالیفرنیا به شما پیشکش میکنم. هموطنان عزیز، امروز آدینه برابر با 14 شهریور 1393 و 5 سپتامبر سال 2014 برنامه سیمای نهاد مردمی از طریق یوتیوب و سایت خود نهاد مردمی در nahadmardomi.com و بقیه شبکه‌های اجتماعی پخش خواهد شد. آدرس ما در پلتاک که از شما دعوت می‌کنم به این آدرس مراجعه فرمایید و اگر که در طی برنامه هم احتمالاً سوالی داشتید و یا قصد شرکت داشتید، ما با کمال خوشحالی با شما در تماس خواهیم بود. اتاق پلتاک ایران، نهاد مردمی، تالار گفتگو و کاتگوری آسیا و پسیفیک، سب کاتگوری ایران. تا اونجا که میبینم اتاق پلتاک باز هست و عزیزانی که همیشه زحمت میکشن و این اتاق رو ادمین میکنن که ازشون سپاسگزاری میکنیم در این اتاق حضور دارن. در این حال از شبکه اجتماعی یوتیوب هم برنامه های سیمای نهاد مردمی به طور مداوم رله میشه در آدرس www.youtube.com/sosiran2. هم شما می توانید همیشه این برنامه ها رو، اگر موفق به دیدن این برنامه ها به صورت زنده نبودید، ببینید. برنامه های سیمای نهاد مردمی روزهای جمعه ساعت 10 صبح به وقت لس آنجلس از شبکه کانال یک، شبکه جهانی کانال یک پخش میشه و این موقع برابر هست با به وقت امریکا ساعت 10 صبح، به وقت اروپای مرکزی جمعه شب و به وقت ایران عزیزمون جمعه شب ساعت 9:30 شب خواهد بود. بازپخش برنامه ها روزهای دوشنبه ساعت 11 شب به وقت لس آنجلس از کانال یک،
و برابر هست با به وقت اروپای مرکزی سه‌شنبه ها سه‌شنبه صبح و به وقت ایران عزیزمون ساعت 10:30 صبح روز سه‌شنبه. بازپخش دوم این برنامه ها پنج‌شنبه ها ساعت 2 بامداد به وقت لس آنجلس و به وقت اروپای مرکزی جمعه 11 صبح و جمعه ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت ایران عزیزمون خواهد بود. هموطنان عزیز، امروز و این هفته سالگرد نهاد مردمی است. نهاد مردمی در 12 سپتامبر سال 2010 شروع به کار کرد. نهاد مردمی با جمع‌بندی فعالیت‌های اپوزیسیون در سال‌های گذشته و یک بازبینی در اونچه که انجام شده بود شروع به کار کرد و خوشبختانه تا امروز تمام کارهایی که باید انجام بده تا حالا انجام داده و در گیرودار برنامه‌ها و پروژه‌های دیگری هستش که در هفته آینده به شما مژده بدم که دکتر فروتن عزیز ما به طور مشروع این برنامه‌ها رو با شما در میون خواهند گذاشت. نهاد مردمی با یک هدف و پنج اصل شروع به کار کرد و هدف مشخص و اصولش مشخص و این هدف و اصولش مورد قبول 95% ایرانیان در سراسر جهان هست و اون 5% کسانی هستند که طرفداران حکومت اسلامی هستند و چون نهاد مردمی با هدفش به طور مشخص معلومه که چی کار میخواد بکنه، بنابراین طبیعتاً 5% از طرفداران یا از کارگزاران یا جیره‌خواران حکومت اسلامی باهاش موافق نیستن که هیچ اهمیتی نداره. به هر حال اجازه بدید تا در بخش اول برنامه برویم و اخبار رو که توسط دبیرخانه آوا و سیمای نهاد مردمی تهیه شده ببینیم و برگردیم. امروز در این حال مهمان عزیزی خواهیم داشت که در زمینه اونچه که در رنسانس ایرانی گذشت با هم صحبتی خواهیم داشت. میرویم و اخبار این هفته رو میبینیم و با هم برمیگردیم. با درود. یک مینیبوس حامل چند توریست ایرانی که بهروز جاوید تهرانی نیز در میان آنان بود در ترکیه تصادف کرده و چند تن به شدت مجروح شدند. از وضعیت بهروز جاوید تهرانی اطلاعی در دست نیست. دولت آمریکا روز جمعه گذشته 8 شخصیت و 20 شرکت و مؤسسه مالی دیگر از جمله 6 نفتکش ایرانی را به جرم نقض تحریم‌های هسته‌ای و موشکی در فهرست سیاه تحریم قرار داد. پس از برکناری وزیر علوم دولت روحانی، مجلسیان دیگر به کمتر از استیضاح راضی نیستند و به همین سبب 5 وزیر دیگر روحانی در صف استیضاح قرار گرفتند. عصر روز پنجشنبه هزاران تن از مردم اصفهان در بستر رودخانه خشک زاینده رود و در کنار پل تاریخی 33 پل در اعتراض به خشک شدن آب زاینده رود تجمع اعتراضی برگزار کردند. دستگاه قضایی حکومت اسلامی روز یکشنبه در یک اعدام جمعی 8 زندانی را در بندرعباس به دار آویخت. اتهام این افراد قاچاق مواد مخدر و قتل عنوان شده است. خلیل هلالی رئیس پلیس اماکن ناجا از ممنوعیت اشتغال زنان در کافی شاب ها و قهوه خانه ها خبر داده و گفته خانوم ها در محیط های عمومی سفره خانه های سنتی هم اجازه کار ندارند. بر اساس یک قانون جدید هر گونه انتقاد، طنز و شوخی با مقامات نظام کثیف جمهوری اسلامی جرم محسوب شده و قابل پیگیری و مجازات است. به گزارش خبرگزاری هرانا، شعبه 4 دادگاه انقلاب کرمان 8 تن از متهمان یک پرونده مواد مخدر را با احکام جداگانه ای مجموعاً به 13 بار اعدام محکوم کرد.
گلناز نصراللهی مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت اعلام کرد دولت جمهوری اسلامی سالانه بیش از 100 میلیون دلار پارچه چادر مشکی وارد کشور می کند. آخوند محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی گفته است اگر بخواهیم کنکاش کنیم و پرده ها را کنار بزنیم باید بگویم که خیلی وضعمان خراب است. قنچه قوامی یکی از بازداشت شدگان روز مسابقه والیبال ایران و ایتالیا از 67 روز قبل در بازداشت به سر می‌برد. او 41 روز از مدت بازداشت‌های خود را در سلول انفرادی گذرانده و با وجود پایان یافتن بازجویی‌ها قرار بازداشت او برای 2 ماه دیگر تمدید شده است. یک سال پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی رژیم جمهوری اسلامی نظارت بر فعالیت‌های تلفنی و اینترنتی شهروندان خود را افزایش داده و برخی را تهدید به تنبیه می‌کند. به گزارش برخی سایت‌های محلی در استان مازندران آب در برخی مناطق این استان جیره‌بندی شده و شرایط برای زندگی مردم این مناطق بسیار سخت شده است. روز دوشنبه دست کم 10 زندانی در زندان قزلحصار کرج به طور جمعی به دار آویخته شدند. گفته می شود اعدام شدگان از زندانیانی بودند که در جریان شورش اخیر زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار فعال بودند. علی صالح‌آبادی رئیس سازمان بورس از ناپدید شدن 60,000 میلیارد تومان در بورس ایران خبر داد. یک پناهجوی 24 ساله ایرانی به نام رضا براتی به دلیل شرایط بد بهداشتی در بازداشتگاه‌های جزیره ماوس در پاپوای گینه نو دچار مرگ مغزی شد و جان خود را از دست داد. به گزارش فعالان در تبعید یک فعال اینترنتی که از حدود 1 سال پیش در بند 350 اوین در بازداشت موقت بود در 2 دادگاه جداگانه به اعدام و 3 سال حبس محکوم شد. آسیه امینی شاعر و روزنامه‌نگار ایرانی برنده 2 جایزه ادبی جشنواره واژه‌ها در مرز در کشور نروژ شد. معاون کل آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت بر اساس گزارش سال 2008 بانک جهانی هر هکتار خاک ایران 20 برابر خاک کره زمین ارزش دارد. شب و روزتان خوش. هموطنان عزیزم، اخباری رو که شنیدید ما حاصل زحمت دبیرخانه آوا و سیمای نهاد مردمی است. شما تقریبا این روزها از تمام شبکه‌های اجتماعی، تلویزیون‌ها، رادیوها، مطبوعات می‌بینید و می‌شنوید و می‌خوانید اخبار مربوط به ایران رو. آیا ما در این اخبار جز کشتار، جز دزدی، جز چپاول، جز فریب، جز دروغگویی، جز ناامیدی، جز غم چیز دیگری می‌بینیم؟ حکومت اسلامی 35 ساله که هر روز ملت ایران رو غمگین و غمگین‌تر، خونین و خونین‌تر، ناامید و ناامیدتر کرد. حکومت اسلامی به دنبال اینه که زنان رو به طور کامل حذف بکنه، برای اینکه اینها مثل اینکه خودشون، این مردان زاده مردانند. بخشی از زنانی هم که در حکومت اسلامی هستن دست کمی از اونها ندارن. متاسفانه بعضی وقتا از زبان بعضی از زنان جمهوری اسلامی آدم چیزهایی رو میشنوه که بعید میبینه که اینها انسان باشن، تا چه برسه به زن. اما هموطنان عزیز، به هر حال باید مقایسه بکنیم، ببینیم که ما چه داشتیم و امروز چه داریم. در سالهای گذشته قبل از انقلاب هر روز صبح برنامه‌ای بود،
ساعت 6 صبح 6 و نیم صبح برنامه بود به نام شادی و امید. برنامه شادی و امید رو یادش به خیر تغییر روحانی اجرا میکرد. این شخصیت گرامی با اون صدای بسیار جذابش همه ماها رو از خواب بیدار میکرد، برای ما شادی میآورد و ما رو با امید کوچک و بزرگ ما رو به مدرسه میفرستاد، بزرگترها رو سر کار، و زندگی روزانه شروع میشد با برنامه شادی و امید. اما ببینیم که امروز اینها چه میکنند. در این حال جا داره که یادی بکنیم از یک شخصیتی که در تمام عمرش، شاید از دوران دبیرستان که هنوز دبیرستان رو تموم نکرده بود، برای ملت ایران خبر گفت، اخبار ایران و جهان رو با صدای بسیار گرم و دوست داشتنیش، چه در داخل ایران قبل از انقلاب و چه در خارج از ایران بعد از انقلاب، به سمع همه ملت ایران رسوند. چهره دوست داشتنی، مردی بسیار متواضع. واقعا من چندین بار که ایشون رو دیدم، تواضع، فروتنی و شخصیتی بسیار والا داشت، ضمن اینکه صدای گرم و در این حال این موسیقی کلام رو میدونست که چجوری ادا بکنه. نورالدین ثابتی مانی سالگرد رفتنش از میان ماست. این شخصیت با همین چهره‌ای که میبینید همیشه یک لبخند بسیار دوست داشتنی در چهرش بود. صدای گرمش، شخصیتی که از صبح تا شام در رادیو تلویزیون های مختلف سعی میکرد که اخبار واقعی رو تنظیم بکنه و به اطلاع مردم ایران برسونه، این مرد امروز در میان ما نیست. اما صدای این مرد رو ما هنوز از رادیو تلویزیون های مختلف هنوز میشنویم و خود نهاد مردمی در شروع برنامهش صدای این شخصیت رو داره، برای اینکه صدای نورالدین ثابت ایمانی، چهره گرمش، شخصیت والاش خیلی سخته که جایگزین بشه. یادش در دل و قلب همه ما ایرانیان همیشه خواهد بود و همیشه گرامی می‌داریم این شخصیت رو. بله، هموطنان عزیز، امروز حکومت غم و ناامیدی 35 سال این حرکت رو کرده اما به هیچ جا نرسیده. درسته خرافات رو رواج داده، اما تو همون 4-5 درصدی که طرفدارانش هستن، یه 95 درصدی از ملت ایران این خرافات رو نباید قبول بکنند، برای اینکه حکومت اسلامی به دنبال اینه که این مردم رو از این دنیا متوجه اون دنیا بکنه، خودشون تمام مواهب این دنیا رو ازش استفاده بکنن. ولی گفت از روی زمین تا بام از آن من، از بام تا عرش معلا از آن تو. اینها فقط چیزی رو میفروشند که همونجوری که قبلا خدمتتون عرض کردم، هموطنان عزیز، یک روزی در رنسانس اروپا یه روزی یه آدمی اومد، یک آدم با عقل و شعوری اومد، گفت من جهنم رو میخرم. جهنم رو خرید و گفت از امروز دیگه کسی حق نداره بره جهنم، و شروع شد به تخته شدن دکان آخوندها در اون روز و این رنسانسی که در اروپا شروع شد. من فکر میکنم رنسانس ایرانی هم مدت هاست که شروع شده. رنسانس ایرانی، کنفرانسی که در هفته گذشته در سان دیگو برگزار شد، کنفرانس دیدنی، شنیدنی و بسیار جالبی بود. من فکر میکنم که شروعی است برای یک حرکت بزرگ که مشارکت همه ایرانیان رو برای این رنسانس ایرانی از این طریق دعوت میکنیم که بیاییم با هم مشارکت بکنیم در ساختن یک ایران جدید، در ساختن یک تفکر جدید، و بیایید تا با هم فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. رنسانس ایرانی عملا از 4 سال پیش در نهاد مردمی شروع شده، عملا از 35 سال پیش در دل یه عده زیادی شروع شده، و از دوران مشروطیت در دل ایرانیان شروع شده. اما امروز به طور عملی یک سری جوانهای ایرانی دست در دست میان سالان و سالخوردگان کردند تا
رنسانس ایرانی رو به جایی برسونند. امروز در برنامه امروز هم خوشبختانه دو شخصیت رو داریم که یکی خانم آرتمیس علی آبادی هستند که کلیپشون رو پخش میکنیم و دیگه آقای شاهین مهندس شاهین نجات هستند که در برنامه حضور خواهند داشت. اما اجازه بدید تا برویم و کلیپ خانم آرتمیس علی آبادی رو ببینیم با هم دیگه. هموطنان عزیز، در جای جای ایران میبینیم که مردم چگونه از طرق مختلف بیان میکنن اون چرا که در دلشون هست. سرود ای ایران رو امروز شنیدم که در جنوب ایران، در این جنوب گرم و دوست داشتنی و این مردم عزیزمون در جنوب ایران، با یک وسیله‌ای که فکر می‌کنم اسمش هست انبان، این موزیک رو زدن. اگر که اجازه بدین و آماده باشه این کلیپ در اتاق فرمان، بریم این رو ببینیم، چون بسیار شادمان می‌کنه ما وقتی سرود ایران رو به هر نحوی با هر موسیقی که می‌شنویم، این سرود ملت ایرانه و این سرودی است که در دل هر ایرانی وقتی که این سرود زده میشه، این نغمه‌ای که در سراسر جهان توسط ایرانیان داره زده میشه، این نغمه سمفونی مبارزه با استبداد، مبارزه با استبداد. گوش میکنیم. این وطن عزیز ما، این وطن من ایران، چه جانها که براش به پاش ریخته نشده، چه خانواده ها که برباد نرفته. اما وظیفه ماست که این ایرانمون رو نگه داریم. آقای عالی پیام، محمد رضا عالی پیام، این شخصیت دوست داشتنی، این شاعر حقیقتاً با شهامت، این شاعر توانا و با شهامت که حتما کلیپاشو دیدین، متاسفانه به دلیل درگیری که با همین حکومت پیدا کرده، چون این حکومت با همه درگیری داره، این حکومت با ملت ایران درگیری داره، این حکومت یک حکومت بیماره، یک حکومت فاسده، با گردانندگان فاسد، و تمام تلاشش اینه که ملت ایران رو فاسد بکنه. اما شخصیت‌هایی مثل محمد رضا عالی پیام نگذاشتند و نمیگذارند، و اون جوجه‌های در لانه نشسته مطمئناً نخواهند گذاشت که این حکومت فاسد ملت ایران رو مثل خودش فاسد بکنه. اما آقای عالی پیام امروز در بیمارستان هستند و من امیدوار هستم که بتوانیم عکس ایشون رو نشون بدیم. اگر که اتاق فرمان این عکس رو در بیمارستان از آقای عالی پیام ببینیم. این شخصیت دوست داشتنی رو ما هیچ وقت نمیخواستیم روی تخت بیمارستان ببینیم. اینها کسانی هستند که میدانند چه میخواهند و میدانند که چه نمیخواهند. اینها با کلامشون ملت ایران رو سعی میکنن که از این منجلابی که حکومت اسلامی درست کرده درشون بیارن. اما حکومت اسلامی، حکومت فریبکار و دزد اسلامی، به دنبال اینه که کسی حق بیان نداشته باشه،
حق بیان رو از عالی پیام ها، حق بیان رو از زنان ایران، حق بیان رو از ملت ایران بگیرن و فقط 4 تا آخوند بی سواد فاسد بیایند سر منبرها بنشینند و هر غلطی که دلشون میخواد بکنن، هر چی دلشون میخواد بگن و کسی هم در مقابلشون وانایسه. اما اشتباه گرفتن. این حکومت اسلامی و این کسانی که در تمام 1400 سال با توجه به تمام اونچه که در اختیار داشتن جز دروغ و تقیه و فساد چیز دیگری رو رواج ندادن، اینها در جاده یک طرفه ای هستند که مطمئنن به بنبست خواهد رسید. امروز خودشون فکرشو بکنید، حکومت اسلامی امروز در هیچ جای دنیا قبولش ندارن، حالا به دنبال اینه که یه جورایی بره و با حکومت ائتلاف بر علیه داعش قبولش هم نکردند، برای اینکه در دنیا همه میدونن که حکومت اسلامی قابل اعتماد نیست. ملت ایران سالها و سالها فریاد زدن که این حکومت اسلامی است که تمام اون چیزی رو که در جهان فساد و خون و خون ریزی رو که در جهان رواج داره داده میشه توسط حکومت اسلامی است. اما امروز جهان هم به این نتیجه رسیده، هموطنان عزیز. اما در کنفرانس رنسانس ایرانی که این هفته در سان دیگو برگزار شد، افتخار کردیم، واقعا افتخار کردیم که چه زنان و مردانی داریم، چه شرکت کنندگان و چه سخنرانان، و رابطه بین شرکت کنندگان و سخنرانان در جایی که صحبت از ایران بود، صحبت از ایرانگرایی بود، صحبت از هویت ملی بود، صحبت از اونچه که ما ایرانیان داشتیم که ما رو سرفراز کرده بود در سراسر جهان، صحبت از راهکارهایی بود که چگونه ما بتوانیم به هویت ایرانیمون برگردیم. یکی از شخصیت‌های، یکی از زنانی که سخنرانی کردند در این کنفرانس و شامل زنان و بانوان دیگری که حقیقتاً صحبت‌هاشون با کف زدن‌های مداوم حضار و جوانانی که چه زن و چه مرد، میان سالان و میشه گفتش که کسانی که سنین بیشتری داشتن و شرکت کرده بودن در این برنامه، همه و همه از این کاری که انجام شده بود و از این کاری که شروع یک کار بزرگ است بسیار راضی بودن. اجازه بدید تا برویم و کلیپ خانم آرتمیس علی‌آبادی رو تماشا کنیم و برگردیم با مهمان این هفته آقای شاهین نژاد خواهیم بود. نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلب کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلب کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوزه سخنم که هم آوای تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. درود بر شما همیهنان عزیز، آرتمیس علی‌آبادی هستم، با برنامه زن و نوزای هویت ایرانی در خدمتتون هستم. موضوع صحبت امروز در مورد زن و حقوق شهروندی است. نخستین چیزی که ما باید بدونیم اول اینکه اصلا حقوق شهروندی چیست. حقوق شهروندی حقوق پایه‌ای است که در یک جامعه همه، هم از زن و مرد و کودک و جوان و پیر، باید ازش برخوردار باشن. از هر باور دینی یا حتی بدون هیچ باور دینی باید بتونن حق مسکن، حق انتخاب محل زندگیشون، حق تحصیل، حق کار، حق ازدواج با اون فردی که خودشون مایلن و حق وارد شدن به اجتماع در عرصه‌های گوناگون و نظایر اینها رو داشته باشن. اینا حقوق پایه است. حالا آیا در ایران حقوق شهروندی زنان چگونه است؟ آیا این حقوق زنان دارن یا نه؟ نخستین نکته که ما باید بهش توجه کنیم اینه که در ایران کلن حقوق مملکت بر اساس حقوق اسلامی بنا شده. یعنی در قانون اساسی که پایه هر حکومتی رو داره تشکیل میده، در قانون اساسی ایران هم پایه این حکومت رو تشکیل میده، ذکر شده که تمام مسلمین
چه اهل سنت و چه شیعه برادر و برابر و برخوردار از همه مزایا و حقوق اسلامی هستند. در همین چند خط شما متوجه میشید که بدون هیچ توضیحی معلومه که همه مسلمانان، نه غیر مسلمانان، بعدم تمام مردان مسلمان داره حقوق برابر و برخوردار از مزایای کشور هستند. بنابراین میبینیم که در این قانون اساسی ایران هیچ حقی برای افراد غیر مسلمان به خصوص برای زنان در نظر گرفته نمیشه و چون که در شریعت اسلام زنان نصف مردان هستن از نظر حقوقی، در نتیجه همون حقوق نصف و نیمه ای که میتونن مردان مسلمان داشته باشن در کشور، همون هم زنان ندارن. اون چیزی که یه عده اعتقاد دارن اینه که میگن حالا به همین حقوق نصف نیمه قانع باشیم، اینا یه تغییراتی شاید در آینده بکنه. اما این باور کاملا اشتباهه، به خاطر اینکه شما وقتی بدنه یک درخت رو تغییر نمیدید، بریدن 4 تا شاخ و برگ تأثیری نمیده در کیفیت اون درخت. و اون چیزی که ما در ایران وجود داریم اینه که وجود داره برامون اینه که جدایی دین از حکومت تنها ضامنی است که میتونه حقوق زنان رو در ایران و برخورداری زنان از حقوق شهروندیشون رو تضمین بکنه. تا موقعی که ما حکومت دینی داشته باشیم و حکومت دینیمون در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی و سیاسی افراد وارد میشه، نمیتونیم انتظار داشته باشیم زنان حقوق شهروندی خودشونو دریافت بکنن. اون چیزی که ما به عنوان حقوق شهروندی زن در ایران خواهان هستیم اینه که اول هر نوع قوانین تبعیض‌آمیز مذهبی و اجتماعی که زنان رو از حقوقشون حذر می‌داره، دسترسی زنان به حقوقشون رو جلوگیری می‌کنه، برداشته بشه از ایران. لغو تمام قوانین مدنی و مقررات مذهبی. لغو حجاب اجباری مثلا برای زنان، چون می‌دونیم که حق پوشش از نخستین و بدوی‌ترین حقوق انسانی در هر جامعه. ممنوعیت جداسازی زنان و مردان از ورزشگاه‌ها یا از اماکن عمومی یا از رشته‌های دانشگاهی یا از مراکز کار. لغو قوانینی که عملکرد اجتماعی زنان رو منوط به اجازه پدر یا همسر میکنه، مثل حق سفر، حق کار در بیرون از خونه، حق ورزش، حق انتخاب شغل. خیلی از اینا رو در ایران ما متاسفانه تحت حکومت اسلامی ندارن زنانمون. و آزادی‌های زنان در ابراز عقیده و اندیشه‌شون، همونطوری که می‌دونین که زنان نه تنها، همون اندازه مردان هم این حقوق رو ندارن که بتونن نظر و صدای خودشون رو به گوش کسی برسونن. زنان باید تابع باشن، تابع همسر و بعد از قبل از ازدواج تابع پدر. و حقوقی که میتونه زنان رو برای توانمندسازیشون در آینده کمک بکنه، برابری کامل حقوق زن و مرد در ایران هست و به رسمیت شناختن حقوق زنان حتی فرزندانی که خارج از ازدواج‌های قانونی و چارچوب قانونی ازدواج به دنیا میان باید حق برابر داشته باشن با انسان‌های دیگه. کنترل بیمه و قوانین حمایتگرانه‌ای که زنان باید از محل‌های کارشون دریافت بکنن، از دولت دریافت بکنن یا از اماکن خصوصی دریافت بکنن، مثل حقوق مرخصی‌های زایمان یا حق نگهداری فرزندانشون در یک جای کوچیکی مثل یک مهد کودک کوچیک در محل کار، که اینا باید قاعدتاً رایگان در اختیار همه زنان قرار بگیره که به زنان این اجازه رو بده که توانمند باشن، بتونن در محل‌های تحصیل یا کارشون حاضر باشن در اجتماع و بتونن پا به پای مردان فعالیت بکنن. علاوه بر این ما باید قوانینی داشته باشیم علیه آزار و اذیت زنان. حتی زنان خیابانی ما نباید از حقوق اولیه بی بهره باشن. حتی زنان معمولی جامعه وقتی در خیابان میرن مورد آزار و اذیت خیلی از مردان قرار میگیرن، مزاحمت های خیابانی رو دارن. تسهیلاتی که میتونیم ما برای زنان پس از زایمان انجام بدیم، مثل مرخصی های طولانی مدت یا آموزش و پرورش هایی که میتونیم برای زنان در محتویات کتاب های آموزش و پرورش بذاریم، دسترسی زنان به اطلاعات لازم هم در جهت حقوق خودشون هم در جهت تربیت فرزندانشون یا حقوق اجتماعی دیگه که زنان باید از اون برخوردار باشن. و از طرف دیگه برنامه های رادیو تلویزیون و رسانه های ما که بسیار زن ستیزن، اینا باید بتونه تغییر بکنه و جملات، حتی کلماتی که علیه زنان به کار میره در تلویزیون ایران یا در رسانه های دیگه، در کتاب ها و محتویات آموزشی مدارس، اینا باید از کتاب ها حذف بشه. و اینا اون حقوقیه که ما به عنوان حقوق شهروندی زنان در ایران دنبالش هستیم که متاسفانه در چارچوب این حکومت قابل دسترسی نیستن. خیلی ممنون از توجهتون به این برنامه و شما رو تا برنامه آینده زن و هویت ایرانی به خدا میسپارم. صبح امید وطن.
هموطنان عزیز، ایران با حضور این چنین زنان، با این چنین زنان و مردان که فقط یک گروه بسیار کمیشون هستند که ما بهشون دسترسی داریم و یک بخش اعظمشون در داخل ایران هستند، آیا آدم میتونه حتی تصورش هم بکنه که حکومت اسلامی آینده‌ای در این مملکت داشته باشه؟ نداره. این حکومت، حکومت فریب، حکومت دروغ، حکومت نادرستی، این حکومت آینده‌ای نداره. امید ما، اگر امروز تغییر روحانی رو نداریم که صبح برای ما برنامه شادی و امید رو شروع بکنه، ولی ما امروز امیدهایی داریم در سراسر جهان و به خصوص در ایران که پوزه حکومت اسلامی رو به خاک خواهد مالید برای ابد. داعشی که 35 سال حاکم بر جان و مال و ناموس ملت ایران شده باید حتما در ایران به خاک سپرده بشه، همونطور که اون یکی داعش هم در جهان به خاک سپرده خواهد شد. با کمال خوشحالی باید خدمتتون عرض بکنم که آقای مهندس شاهین نژاد رو داریم و می‌خواهیم یک جمع‌بندی بکنیم از اون چه که در کنفرانس فرزندان فردوسی، کنفرانس رنسانس ایرانی در این هفته در سان دیگو گذشت. درود بر شما آقای مهندس شاهین نژاد. درود بر شما دکتر شاه‌ولایتی ارجمند و همیهنان گرامی که بیننده ما هستند در این لحظه. خوشحالم که در نخستین بامدادی که در برگشتم و در شهری که زندگی میکنم هستم، در خدمت شما و هموطنان هستم. سپاسگزارم مهندس شاهین نژاد. واقعا باید یه خسته نباشید به همه یه کسانی که دستن در کار این کنفرانس بودن داشته باشیم، به خصوص شما که در کارهای مختلف میبایست حقیقتا هر یک ثانیتون رو روش حساب کرد، و آرتیمیس عزیز، خسرو فرابهر، امیر، دکتر امیر فصیحی و بقیه شرکت کنندگان در این سخنرانی که اگر بخواهیم اسامیشون رو ببریم به طول خواهد انجامید، و شرکت کنندگان در این برنامه که واقعا چقدر زحمت کشیدن، و خود آقای فیروزی که باید یادی ازشون بکنیم که چقدر واقعا در این برنامه زحمت کشیده بودن و چقدر کار بزرگی بود. آقای مهندس شاهین نژاد، چه تفاوت‌های شما دیدید بین این کنفرانس و کنفرانس‌های دیگری که چه خودتون در شرکت کردید و یا کنفرانس‌های دیگری که در مهرگان انجام شد، در بنیاد مهرگان؟ پرسش خیلی خوبی است آقای دکتر. کنفرانس دیگری که در زمینه فرهنگ و تاریخ و مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی هست، من تو برخی شرکت داشتم، در مهرگانم قبلا یه بار شرکت داشتم. آنچه که دوستانی که در سالهای پیش در کنفرانس مهرگان حضور داشتن میگفتن، یه تفاوت عمده این نشست که زیر نام رنسانس ایرانی برگزار شد با سالهای پیش، میگفتن به این گونه بوده که سخنران‌ها پس از سخنرانی خودشون نشستن و این سه روز به سخنران‌های دیگر هم گوش دادن و دقت کردن. خب من انتظار داشتم این حتما یه چیز عادی باشه، اما ظاهراً در برخی از کنفرانس‌ها افرادی که سخنبری می‌کردن پس از اینکه کار خودشون تمام می‌شده سالن رو ترک می‌کردن به هر دلیلی. خوشبختانه این بار من دیدم که عمدتاً دوستان در سالن حضور داشتن و با دقت صحبت‌ها رو پیگیر بودن، حتی بعضی رو یادداشت می‌کردن. فکر می‌کنم دلیلش این بود که با یک منظور خاصی ما اونجا نشسته بودیم، یعنی این نبود که یک همایشی برگزار بشه و بعد فردا به خونه هامون بریم. می‌خواستیم که از متن این گفتگوها، از رایزنی‌هایی که در نشست‌های جمعی انجام میشه، بتوانیم به یه برایندی برسیم که باید ایده رنسانس ایرانی رو چگونه در جامعه منتشر کنیم و گسترش بدیم. از این رو همه میخواستن ببینن دیگران از دیدگاه خودشون چگونه مسئله رو میبینن. یه مطلب دیگری که من نسبت به خیلی از سمینارها و کنفرانس‌ها دقت کردم، شاخصه شاید این کنفرانس بود و خیلی من خوشحال کرد، حتما آقای دکتر خودتونم تو سالن دقت کردید، افراد خیلی به ندرت با هم دیگه صحبت میکردن و پچ پچ میکردن در هنگام سخنرانی ها. یعنی توجه ها واقعا جلب بود و دوستان علاقه من بودن که
بشنوند، تو ذهنشون تحلیل کنن و از زمانی که اونجا دارن میگذرونن حد اکثر بهره رو بگیرن. این خیلی خوب بود نسبت به خیلی از نشستهایی که در سالهای پیش دوستان دیگر بودن و میگفتن مردم با هم صحبت میکردن، میرفتن میامدن و به هر حال تمرکز به هم میخورده. آقای مهندس‌ناشی شاهین نژاد، ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، اینجا لازم به یادآوری هست که این رنسانس ایرانی قدمی است برای زدودن بخشی از اون چه که نباید در فرهنگ ایرانی باشه. یکیش هم همین فرهنگ پچ پچه، فرهنگ در گوشی صحبت کردنه، فرهنگ بی توجهی است که من فکر میکنم که یا فرهنگ متاسفانه پشت سر صحبت کردنه. من لازم به توضیح میدونم اینجا که در برنامه‌ای که در سان دیگو تنظیم شده بود و یک بخش عمده‌ایش واقعا گردانندگان این برنامه تنظیمش کرده بودند، در روز دوشنبه قرار بود که در ساعت 11 صبح یک گروهی بنشینند و یک جمع‌بندی بکنند در مورد اون چی که انجام شد و برنامه‌ریزی بکنند برای آینده، که متاسفانه در همون زمان هم در سالن کار دیگری قرار بود انجام بشه که ما ازش اطلاع نداشتیم، چون برنامه رنسانس برنامه دیگری بود و قرار بود مثل اینکه برای یاد بوده خانم سیمین بهبهانی برنامه انجام بشه و اون گروهی که ساعت 11 رفته بودن به اون برنامه، یعنی به برنامه رنسانس ایرانی، از قبل تنظیم شده بود و میبایست در اونجا شرکت میکردن، چون بعد از ظهرش میبایست میرفتن. این یادآوری رو من به خاطر اینکه میخواستم هیچ نکته پامی در این زمینه نباشه و خدای نکرده فرهنگ پچ پچ، فرهنگ پشت سر همدیگه صحبت کردن، خدای نکرده اشکالاتی رو ایجاد نکنه، اینو گفتم توضیح بدم. اما آقای مهندس شاهین نژاد، درخشیدن خانم ها در این برنامه خیلی واقعا خیلی جذاب بود، خیلی دوست داشتنی بود. خانم مهرا ملکی، خانم یعقوبیان، خانم آرتمیس علی آبادی، وقتی که ما نگاه میکنیم به این برنامه میبینیم که چه مجموعه دوست داشتنی و زیبایی بود. فکر نمیکنید اینطور بود؟ نظر شما چیه؟ 100% همینطور آقای دکتر. ببینید، من مطمئنم که ما نیروهای توانمند، با سواد، علاقمند و میهن دوست دیگری هم داریم که جاشون حتما در کنفرانس خالی بوده. حالا بعضیا دلیلی که ما باشون آشنایی مستقیم نداریم، در دسترس نبودن، برخی به خاطر دوری مسافت و یا اینکه شاید برنامه دیگری داشتن، ولی من مطمئنم خیلی خیلی از نیروهای توانمند، چه خانم ها چه آقایون، جاشون در اینجا خالی بوده که حتما در گرد همایی های آینده، در برنامه های دیگری که داریم، باید از توان اونها هم بهره بگیریم. یه کار یه نفر و ده نفر و پنجاه نفر نیست آقای دکتر، همچنان که خودتون قبلا اشاره کردید، این کار هزاران نفر است و هر کسی باید گوشه از کار رو بگیره. به همین منظور بود که ما از ساعت 11 تا 2 از دو ماه پیش روز دوشنبه این جلسه رو گذاشته بودیم که بشینیم و رایزنی بکنیم، افکار و عقاید دوستان رو بگیریم در مورد راهکارهایی که میتوانیم به کار بگیریم برای اینکه بتوانیم با کارآمدی بالا اندیشه رنسانس ایرانی رو نوزای ایرانی رو به درون جامعه ببریم. و این لازم بود که اینها یادداشت بشه، بحث بشه، گفتگو بشه و نهایتاً به صورت یه دستور کاری در بیاد. نمیخواستیم کنفرانس تموم بشه و ما دست خالی به شهرهای خودمون برگردیم. یه مطلب این آقای دکتر خیلی برای من جالب بود، چون تو برنامه نهاد داریم صحبت میکنیم، از نهاد مردمی اونجا پشتیبانی خیلی خوبی ما داشتیم، خود شما تشریف داشتید، دکتر فروتن بودن، آقای حدادی زاده، آقای دکتر تقی زاده. تحت هیچ عنوان من نمیخوام بگم که این سازمان یا اون حزب در رنسانس ایرانی بود یا نبود، ولی پشتیبانی بسیار موثری و حضور بسیار گرمی رو نهاد تو این جریان داشت و این فکر میکنم یه مقداری برای ما داره الان یک راهی رو باز میکنه که وقتی یه مکتبی رو، یک ایده رو، یک اندیشه رو ما بسیار کارآمد میبینیم در جهت آنچه که باورهای سازمانی یا تشکیلاتی یا حزبی مونه، به شدت پشتش وامیستیم، چون نهایتا میخوایم کاری انجام بدیم. و این استقبال از حرکت رنسانس ایرانی از سوی گروه‌های دیگر همچنین، به ویژه حالا از نهاد که الان داریم در برنامه نهاد مردمی صحبت می‌کنیم، به نظر من خیلی باید به فال نیک گرفت. این جریان بیرون آغاز شد ولی بلافاصله دوستانی مثل خود شما و دیگران که اسم آوردم ساپورت و پشتیبانی کامل بهش دادن و
همگونه اومدن در کنار این جریان واسطادن، برای اینکه نهایتاً کاری که ما میخوام بکنیم اینه که به اون اهدافی که در باور اجتماعی و سیاسیمون گذاشتیم برسیم. و اگر راهکاری راهکار درست میبینیم، اگر کانالی و کانال درست میبینیم، بدون شعار، بدون چک و چونه زدن میایم پشتیبانی میکنیم. به نظر من اینجور مواقع است آقای دکتر چاولیتی عزیز که صحبت از میهن پرستی میشه کرد. میهن پرستی اینجا از خود پرستی تفکیک میشه و از این نظر من بسیار شادمانم که دوستانی مثل شما و دوتا فروتن و دوتا تقی‌زاده آقای حدادی‌زاده اومدن و خودشون اصلا گوشه ای از کار رو گرفتن. همچنان که اشاره هم کردید، موفقیت این همایش کاملا یک کار تیمی بود. از ماها قبل دوستان بسیار کمک کردن، کسانی که شما نام آوردید و خیلی از کسانی که اونجا بودن و شما میدونید که چه نازنینانی بودن، افسون بر خود بنیاد مهرگان آقای فیروزی و خانم فیروزی و دوستان دیگه. ما اگر این کارهای گروهی رو بتوانیم باز در ادامه بهش بپردازیم، میتوانیم که موفقیت‌هایی به دست بیاریم که ما رو یه مقدار به نتایج رنسانس ایرانی خوشبین کنه، چون از همین جمع و از همین گروه گام‌هایی رو برای بازنگری در اندیشه‌ها و اخلاق خودمون در حقیقت آغاز کردیم. ضمناً جای سپاسگزاری هم داره از این مجموعه‌ای که در پشت صحنه کار می‌کردند و زنان و مردانی بودند که شاید خیلی هم خودنمایی نکردند و مشخص زیاد نشد که چه کسانی بودند، اما داشتن یه اینچنین کنفرانسی، گرچه که آقا و خانم فیروزی خیلی خیلی زحمت کشیده بودند در انجام این قضیه، ولی کسان دیگری هم بودند که در تدارک این کار که کار بسیار بزرگی بود واقعا زحمت بسیار کشیدن، و این فقط به خاطر این بود که دلشون با وطنشونه، به خاطر اینکه همه ما دل در گروه ایران داریم، و وقتی صحبت ایران میشه، وقتی صحبت هویت ملی میشه، وقتی صحبت ایرانگرایی میشه، وقتی صحبت از این میشه که ما چه بکنیم برای اینکه از این چاله‌ای که ملت ایران درش افتاده در بیاد، میبینیم که همه سهیم میشن. و این همه یه عده‌شون واقعا همون جوری که خود شما به عنوان مشاور ارشد نهاد مردمی میدونید که ما شعارمون این هست که ما نه جویای نامیم و نه به دنبال نان، و تمام کسانی که آمده بودند حقیقتا در این کنفرانس، از شرکت کنندگان گرفته تا سخنرانان و تا کسانی که در تمام برگزاری این کار بسیار بزرگ سهیم بودند، همه هیچ کدام به دنبال این نبودن که خودنمایی بکنن، هیچ کدام به دنبال یعنی جویای نام نبودن، و این خودش بسیار مهمه. و این کانتریبیوشن آدم‌های مختلف در این برنامه که حقیقتاً هر کسی، حالا از دکتر فروتن عزیز گرفته تا بقیه کسانی که بودن، چگونه وقتی صحبت ایران میشه دیگه دست از پا نمیشناسن. و واقعا کسانی که از راه دور اومده بودن، آقای مهندس شاهین نژاد، خود شما از تگزاس اومده بودید، ولی کسانی که از راه دور و نزدیک اومده بودن با علاقه در این سمینار نشسته بودن، و این نکته بسیار مهمی است. بعد از سمینار چه عصرش و چه شبش باز هم صحبت از این بود که چه راهکارهایی رو بکنیم، چه مشورتهایی با هم دیگه میکردن، از شرکت کنندگان و حضار گرفته، و این ارتباط بسیار نزدیکشون با سخنرانان چقدر زیبا بود، چقدر دوست داشتنی بود. آقای دکتر اشاره خیلی خوبی کردید. ببینید، هر روز صبحانه ایرانی به 267 نفر دادن با نون تازه کار ساده‌ای نیست، ما به چشمون ممکنه نیاد، ولی اون خانم‌ها آقایونی که می‌رفتن از 6 صبح اینا رو تهیه می‌کردن، می‌آوردن اونجا می‌ذاشتن که اون جمعیت بتونن صبحانه ایرانی بخورن، اینها هیچ چیز جز عشق، جز میهندوستی، جز علاقه به انجام کاری مثبت، وگرنه هیچ جا حتی نام این عزیزان برده نشد که ازشون قدردانی بشه، برای اینکه نمی‌خواستن نامشون گفته بشه. و ما هموطنی داشتیم، خیلی از هموطن از راه دور آمدنی، که هموطن ها که از ونکوور اومده بود، با نگرانی اومد گفت همه چی خیلی عالیه، فقط من میترسم. گفتم از چی میترسی خانم؟ گفت از این میترسم که بین شما اختلاف بندازن. گفتم که از این که اینقدر شما این جریان رو از خودتون میبینید که همچین نگرانی دارید، واقعا من خوشحالم.
ما امیدواریم اگر مدعی هستیم، فرزندان شاهنامه هستیم، بچه‌های فردوسی هستیم، لااقل نخستین سفارش فردوسی رو به گوش جان بخریم، یعنی خردمند باشیم، نابخردی نکنیم، و اگرم کسی خواست بین ما مشکل ایجاد بکنه، اگر مشکل ایجاد بشه مقصر خود ماییم. ما باید پیام فردوسی رو بشنویم، حواسمون جمع باشه و این دلسوزی ها، این ابراز علاقه ها هم باعث شرمندگی ما میشه که امیدواریم کم نیاریم، هم باعث تشویق میشه که راه درستی است. امیدوارم هموطنانی که در اونجا نبودن، آقای دکتر، مثل من و شما این شانس رو نداشتن که در اونجا حضور داشته باشن، بدونن که هر برنامه‌ای، هر دستور کاری از اونجا ما روی خرد جمعی تهیه بکنیم، به کمک اونا و به حضورشون و همیاریشون 100% نیاز بتوانیم کار رو جلو ببریم و حتما ایده های اونا هم خوراک و سرمایه میشه برای جلو بردن گسترش رنسانس ایرانی در جامعه ایرانی، چه درون مرز چه برون مرز. جناب شاهین نژاد، با توجه به یک دقیقه فرصتی که داریم، ببینیم که حالا در این حال که بخشی از انتظارات رو شما گفتید، ولی ما باید ببینیم که این کار به این بزرگی، با توجه به اینکه سایت رنسانس آماده شده، چطور همیهنان عزیز چطور میتوانند با این رنسانس که متعلق به هیچ کس نیست، متعلق به همه ملت ایرانه، این رنسانس متعلق به کسانی است که دل در گرو آینده ایران دارن، دل در گرو وطنی دارن که در شرایط خوبی نیست، دل در گرو وطنی دارن که امروز دزدیده شده توسط کسانی که به امروز و زندگی امروز و بهترینش رو برای خودشون میخوان و فردا رو به دیگران و آینده و اون دنیا رو به دیگران میفروشن. فردا رو نه، اون دنیا رو میفروشن. این دنیا رو برای خودشون گرفتن، اون دنیا رو دارن میفروشن. چگونه میتوانند با این رنسانس تماس بگیرن و سهیم بشن؟ خیلی ممنون از یادآوریتون آقای دکتر. در حال حاضر ما دو جا رو میتونیم از دوستان سفارش کنیم. یکی در اگر در فیسبوک هستن، به صفحه رستاخیز ایرانی بروند، رستاخیز ایرانی رو به فارسی بنویسن، در صفحه رستاخیز ایرانی اونجا اگر که لایک بزنن، ممبر بشن، میتوانن پیام بذارن، میتوانن مطلب بنویسن، میتوانن بگن در چه زمینه میتونن کمک بکنن و مطالبی رو که دوستان ما اونجا میذارن رو بخونن. راه دیگر اینه که اگر در فیسبوک نیستن، میتوانن به irangarayi@yahoo.com ایمیل بزنن و بگن که چه کاری میتوانن بکنن، چه نظری دارن. اگر خواستن ایمیلشون یا اسکایپشون یا تلفنشون رو بذارن، ایرانگرایی با دو تا ای نوشته میشه، irangarayi@yahoo.com، و وبسایتمون هم به زودی راه اندازی میشه. البته ما امیدواریم هزاران وبسایت و وبلاگ در خدمت رنسانس ایرانی باشن، ولی یه وبسایت به طور مشخص تا چند روز دیگه راه اندازی میشه که اون رو هم شاید در برنامه‌های بعدی نهاد مردمی در اختیار همیهنان آدرسش رو قرار بده. بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه امروز و امیدوار هستم که در برنامه‌های آینده بقیه دوستان دیگری رو که در این کار بزرگ سهیم شدند، سهیمشون بکنیم و باهاشون صحبتی داشته باشیم. در این حال بینندگان عزیزمون هم با این سایت تماس بگیرن تا بتوانیم این کار بزرگ رو با همدیگه انجام بدیم. سپاسگزارتون هستم آقای مهندس شاهین نژاد. هموطنان عزیز، عجب کار بزرگی است. این کار بزرگ رو باید با هم انجام بدیم. ما امروز خرد رو سرمشقمون قرار دادیم. ما اون چی رو که تا امروز شکست خوردیم، اون چی گرفتاری هایی که امروز تا امروز داریم، به خاطر بیخردیمون. اجازه بدید تا دست در دست همدیگه ایرانمون رو پس بگیریم. ما وطنم رو پس خواهیم گرفت. نهال آزادی رو میکاریم و با جانمون آبیاریش خواهیم کرد. زنده باد ایران. پاینده باد ایران. زنده باد آزادی. و این پرچم جدیدی رو که این پرچمی رو که به عنوان فرزندان فردوسی رنسانس ایرانی برافراشته شده، بیایید تا با هم در سراسر جهان این پرچم بسیار عزیز رو برافراشتیم.
هستم.